سخنگوی امارت اسلامی به تلونیوز میگوید که مسئولیت تنظیم سیاست‌های داخلی و خارجی امارت اسلامی که از وظایف معاون سیاسی ریاست الوزراء بود به گونه موقت به سرپرست وزارت خارجه سپرده شده است. دو مورد به وزیر سیاست خارجه سپرده شده بود که پالیسی خارجی و داخلی را تعقیب کنند و پس به بازنگری او را بفرستند و دیگر کار و فعالیت‌های معاونت سیاسی را خود رئیس دفتر آنها پیش می‌برد. معاون سیاسی ریاست الوزراء نزدیک به 3 ماه می شود که در هیچ نشست امارت اسلامی حضور نیافته است و هیچ تصویری نیز از دید و بازدید او با نمایندگی کشورها و مسئولان امارت اسلامی به نشر نرسیده است. امیدوار هستیم که در روزهای نزدیک به وظیفه خود برگردن، به حکومت مشوره می دهند، در مشوره ها سهیم است، اما از اینکه داترا برش استراحت توصیه کردن به وظیفه به دفتر نیامدن. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی حضور رهبران امارت اسلامی را در نشست های حکومت سرپرست مهم می خوانند و می گویند که امارت اسلامی باید درباره حضور و عدم حضور مقام های امارت اسلامی وضاحت دهند. امیدوارم که امارت اسلامی هر موضوع تغییر تبدیل یا سفر ده رهبری چرت خارج تا داخل که استراحت باید دوی ده ملت سر شریک کی دغه سه بعض تبلیغات و آیا تشویش ده ملت هم همزمان رفع سیدی غسره اعلامی و سره عدم حضور آقای عبدالکبیر که به سمت معاونت سیاسی ریاست الوزراء را در کابینه طالبان دارند از مدت به این طرف در مجالس غایب می باشند و اساس گفته یک از دوستانشان در بستر بیماری بستر می برند سوال برانگیز بوده و فضای بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد حکومت سرپرست برای مردم افغانستان را به نمایش می گذارد. فرجامین دیدار مولوی عبدالکبیر در 4 ماه سپتامبر با سفیر پیشین ترکیه بود، اما پس از آن تا اکنون هیچ دیدار رسمی نداشته است.